سلام زیبا رویان، امیدوارم از دیدن ولاگ شما لذت ببرید. مردم هم خیلی ناز شدم با ماشین بغلی بودم دوست شدیم مثلا شکلات آورد. انقدر ترافیک 4-5 صبح دیگه مردم پیاده شدن. همین چرا یهو چیز شد؟ این آقایی که خیلی باحاله مدل بابایی دستش رو میگیره پشتش. وارد شمال شدیم. دیدی چیکار کردی یارو؟ آره. اگه از این مثلا نشونه جالب بودن پس تو سعیم که بازی میکنم بنابراین همه خواب نه شورت بزن بازی نمیکنم پس گیج نشو چون میبازی. آره حالا پم بلاخره دیگه بچه ها دارن یه فیلم میبینن که خیلی رو اعصابه، یعنی از این هست که باید هرس بخوری و استرس بگیری و اینا. دیگه ما اومدم جدا و موبایلم آنتن نمیده اصلا، همچون باید موبایلم بگیرم دستم بچرخم گوش و موشا یه جایی شاید آنتن بده مثلا دو تا دونه نوتیفیکیشن مازم بیاد اینش بده. امروزم 4-5 ساعت خوابیدم ظهر رسیدیم، الان هم باز میتونم همین الان بخوابم ولی میترسم بچه ها غذای چیزی درست کنن به من خواب باشم به من غذا نرسه. این تنها چیزی که منو بیدار نگه داشته همینه، یه وقت بدون من غذا نخورن، چون زور ما یکم پولو داشتیم از تهران آورده بودیم، من خوابم برده بودیم خورده بودم واسه منم نذاشته بودن، حتی بعدش پیتزا سفارش دادیم. ولی آره بر همین دیگه گول نمیخورم، مثل عقاب بالا سرشونم، اگر خوراکی خواستم بخورن حتما به منم برسه. اینکه آره observing and the plant life, which suggests reality is pixelated.
سرجان هی کجا داریم میریم؟ این شیشلیک میخواییم درست کنیم بخوریم مازی چال داریم داریم میریم مازی چال البته از صبح گذاشتیم تو پیاز و اینا اوکیه به نظرت آره نه اساس کنم بعد مثلا حتی اقل 24 ساعت بمونه یه 12 ساعت دیگه ات نمید بمونه خیره یه چیزی بیشون اون پشتیامون موزیک خیلی چرت و بدی به خدا هم اینا به فرهنگمون آسیب میزن جدی دارم میگم شاید هم فرهنگمون آسیب دیده است که اینا رو میپسندن این هم هست باه باه خانم شایگان راضی هستید؟ خدا شکر همیشه انگه خوشحال و راضی باشید آهنگ از ما نیست آره آهنگ از ما نیست خیلی سرد شد یهو منم لباس فقط همینو دارم فکر کنم بچه ها میخوان چایی درست کنن Tomorrow. Thank you.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، اوضاع واسهتون خوب پیش بره و اینا. امروز روز آخریه که شمالیم، قرار بود صبح ساعت 9 را بیافتیم ولی بچه‌ها چیزه مثل اینکه شب دیر خوابیدن و ترجیح میدن بخوابن که سر رانندگی نگرانی نداشته باشیم. و من که همیشه 12 شب میخوابم، البته 12 نخوابیدم، 1 خوابیدم، ولی در هر شرایطی من شب زود میخوابم. خواب خیلی مهمه، خواب خیلی مهمه، خواب واقعا مهمه. که آره دارم کتاب رو شروع کردم، بعد از اینکه عقده سیندرلا رو تموم کردم اینو میخوام بخونم. فضیله کناری گرفتن، هنر خویشتنداری در عصر افراط، که کتاب کوتاهیه، نشر ترجمان چاپش کرده، کلاً 110 صفحه است. و چیزی که من توی این 20 صفحه اولی که دارم میخونم دیدم خیلی شبیه چیزه، The Art of Not Giving a Fuck. خیلی شبیه 20 صفحه خوندم، هنوز اصلا واردش نشدم ببینم دقیقاً چه جوریه، ولی جالبه. ولی صبح که میخواستم شروعش کنم یکم شکلی بودم که شاید ایده خیلی خوبی نباشه، چون من الان توی یه استیج زندگی من که هی به خودم هول بدم که مثلا کار کنم و اینا، و همینجوری به صورت طبیعی آدم زیاده خواهی نیستم، یادمی نیستم که بخوام تو بودهای مختلف خیلی خفن باشم و هزار تا کار بکنم. به طور طبیعی اینجوری نیستم که هزار تا کار انجام بدم، و شاید این باعث بشه که بدتر بشم و بیشتر عقب بیفتم. حالا از چی عقب بیفتیم هم داستان خودشه دیگه، که چرا فکر میکنیم عقب میفتیم و اینا. ولی بالاخره یه سه چیزا رو آدم باید به دست بیاره دیگه. واقعا فکر نمیکنم بتونیم منکر شیم که نیازه. و اینو بگم، صبح بیدار شدم، من همون 8 بیدار شدم، بعد تا 9 داشتم از خودم میچرخیدم، یهو از پنجره دیدم در پارکینگ بازه، یعنی فقط شیشو دیدم که دزد اومده، خیلی ترسیدم. رفتم تو اتاق بچه ها صداشون زدم، هیچ کدوم جوابم ندادن، ایگنورم، ببین رسما ایگنورم کردم. بعد چیزه پاشتم آدم پایین بستم در پارکینگو و چیزی نرفته، یعنی توی ماشین ها رو نگاه کردم به نظر میمد اصلا دست نخورد، فکر کنم خوده در باز شده اشتباهی، یعنی قاطی کرده و اینا، چه میدونم. بعدم رفتم چک کردم، مثلا لپتاپ و موبایل ها و اینا همه بود، حتی اونایی که طبقه پایین بودن مثلا همیشه سر جاش بود. ماشینا مثلا به نظر نمیاد کسی اومده باشه بالا سرشون، ولی یه سکته ریز زدم، داشتم دیدم که من الان باید برم خبر بدم به اینا که دزد اومده، و واقعا دارم نمیخواست همچین خبری بدم، ولی خب دزد نیومدم، اینجوری در خودش باز شده بود، دیگه نمیدونم داستانش چی بوده، چون دستم سیاه شد. ولی آره امیدوارم که زودتر پاشم بریم، چون الانم که ظهر شده دیگه و آفتاب پس کلمونه تو جاده و از جاده چالوس برمیگردیم و تعطیلات عید فطر، به نظرم که خیلی ترافیکه، خیلی احتمال زیاد ترافیک زیادی رو در پیش خواهیم داشت، که اصلا واقعا خوشحال کننده نیست ترافیک، نه. ولی من آخرین باری که اومدم شمال تابستون 98 بود، واقعا احتیاج داشتم بیام شمال. البته اینجا که ما دریا نزدیکمون نبود و نرفت، میتونستیم بریم مثلا یه ساعت تو راه باشیم، ولی نرفتیم دیگه، دریا ندیدم، ولی شمال رو نیاز داشتم. واقعا شمال خیلی خوبه، مثلا واجد چالوس، طبیعت، به به، واقعا چیز خوبیه. باید این سفرهایی که طبیعت توشه، یعنی اینطوری که تو میری تو طبیعت چیل میکنی، میبینی مثلا تو نیستش که یه لیست داشته باشی از مکانهای دیدنی که باید ببینی یا همچین چیزی، خیلی نیاز دارم بیشتر، یعنی باید تو برنامه هم بذارم که مثلا داشتم فکر میکنم لواسون خیلی به تهران نزدیکه، مثلا چه میدونم کردان و اینا که حالا خیلی ها میرن دوره، نسبتا دور که نیست، حالا چی مثلا میگون هم دوره، لواسون خیلی نزدیک، لواسون دیگه الان چسبیده به تهرانه. لواسون هم میشه واقعا آخر هفته رفت، داشتم فکر میکردم، جوگیر شدم دارم میگم، ولی یادم میرم مثلا دوباره 3 دیگه میرم تو طبیعت، جوگیر شدم کاملا، این فقط از رو جوگیریه.
شده خیت 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 توی تی وی دوره اسم دایره میره به روشنه منزیدی رفت میره سری ترکیه تو گرم میشه میرم منزیدی فرجون داری چی کار میکنی؟ پلیلیست آماده شد؟ دارم پلیلیست ماشین آماده میکنم. موزیکای سم درسته سخی بودم صفحه گوشیم نگفتم تو من بود مثل سریالمون